سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بینایت خوش اومدید امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار با همدیگه بریم سراغ حل دو تا سال خیلی خوب در دنباله حسابی قبل از هر چیز دوستان این دهمین ده ویدیو هست از فصل دوم ریاضی داوزام انسانی امیدوارم نقطه ویدیو قبلی از دست نداده باشی سال اول گفته اگر آن باشه پنج به علاوه انم یک ضرب در سه و بین باشه هفت به علاوه انم یک ضرب در دو جمله چندم این دو دنباله با یکدیگر برابر است خب باید این دو تا دنباله رو مساوی با هم دیگه قرار بدم تا ببینم که به ازای چه مقداری از این دو با هم مساوی میشه قبل از این کار انجام بدم بیا سه رو در پرانتز خودت ضرب کن پس میشود پنج به علاوه وقتی سه و در پرانتز ضرب کنم میشود سه ان منهای سه این برابر خواهد بود با این ور ماجرا هم همین رو میخوام براش انجام بدم هفت به علاوه اگه دو تو عبارت ضرب کنم میشه دو ان منهای دو پس دو تا عبارت رو با هم یه برابر قرار دادم ضمن این که عدد های ضریب و در پرانتز خودم ضرب کردم حالا چی بگم انها ها برن یه سمت پس دو ان باید بیاد این ور سه ان منهای دو ان برابر خواهد بود با این مساوی با عدد ها باید برن یه سمت سمت راست عبارت هفت منهای دو بوده که می شود پنج در زم این ور ماجرا پنج منهای سه می شود دو که وقتی بردارم بیارم سمت راست می شود منهای دو پنج منهای دو برابر است با سه پس این زیبا برابر شد با سه این برابر با سه یعنی چی؟ تر تو گفتی جمله چندم برابر میشه جمله سوم این دو تا دنباله با هم دیگه برابر خواهند بود سال بعدی چی داره میگه جمله عمومی دنباله منهای 11 منهای 6 منهای 1 4 الا ماشاءالله برابر با چه خواهد بود ببین یه راهکار اینه که با توجه به جمله عمومی طبق فرمول آین برابر با آ1 آی به علاوه n منهای 1 ضرب و اون بازی جمله اول و قدر نسبت حسابش کنی یه راهکار زیباتر رو من تو ویدیو اول مدل سازی بهت گفتم چی گفتم اونجا بهت گفتم این در حقیقت جمله اوله این جمله دومه این جمله سومه این جمله چهارمه بیا و به جای انهای خودت عدد جایگزین کن به عنوان مثال اگر من بیام به جای ان خودم چهار جایگزین کنم اون وقت باید به چهار برسم درسته چون جمله چهارم من بوده چهار پس من اگر به جای ان چهار جای گذین کنم باید به عدد چهار برسم این کار رو انجام بدیم توی جمله اول اگر بیام به جای ان چهار جای کنم میشه منهای چهار منهای یازده یعنی منهای پونزده اینکه که جواب من نیست من میخوام چهار بشه و تو غلطی بعدی تو دومی اگه چهار جایگزین کنم دو چهار میشه 8 8 منهای 13 که عدد منفی تحویل میده پس تو هم نیستی گزینه سوم اگه بیام به جای این 4 بذارم 4 منهای 12 هم که عدد منفی میشه ای چه جالب پس تو هم هزوی. تو گزینه 4 اگه که 4 بذارم 4 پنج تا 20 تا 16 تا ازش کم کنم میشه 4 که مد نظر بوده یعنی جواب صحیح برای این سال شد گزینه چهار بدونی که احتیاج باشه اصلا قدر نسبت حساب کنیم جمله اول حساب کنیم رابطه هیچ احتیاج نبود فقط بازی زیادت گذاری توی اون ویدیو دنبالم هم بهت گفتم نه یا جمله اول یا دوم جایگزین کن چون ترها زرنگ هست یه جوری گذینه هاشونو می نویسن که تو اگه به جای N1 بذاری هر چهار تا گزینه به منفی 11 برسی و کارت سخت میشه. پس همیشه بیا به جمله سوم یا جمله چهارم یا جمله پنجم جایگزین جای گذین کن تا خیلی راحت بتونی به جواب ایدال خودت برسی خیلی ممنونم تا انتهای ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار